عزیزان خوش آمدید باز دوباره به برنامه امروز ما خدا را سپاس میگم به خاطر همه شما عزیزان خدا مقدسین و شما عزیزانی که در راه این هستید که عضوی از, از اعضای خانواده خدا بشین فیض خداوند با شما باشه امروز ادامه میدیم به درسمون در کتاب رومیان به بخش دو رسیدیم و امروز میخوایم آیه یک و مطالعه بکنیم با هم گفتم که گفتم رومیان کتاب خیلی مهمیه اصول اساسی عهد جدید رو به ما تعلیم میده و عقیده من بر این مبناست که این کتاب برای شروع درس برای همه ایمانداران اینی که این برای همین ما آیه به آیه تدریس میکنیم که نقشه کامل خدا رو برای نجات ما نجات بشر نقشه که خدا برای همه ما داره بفهمیم قبل از اینکه شروع بکنیم قلم و کاغذ دفتتون باشه دستتون باشه و لطف داریم میخوایم یه دعایی بکنیم از خداوند طلب فیض بکنیم در نام عزیزش ای پدر تو رو سپاس میگیم امروز به خاطر این روزی که به ما دادی مرسی به خاطر همه اونهایی که گوش شنوا دارن امروز و تشنه کلام تو ای پدر از تو میطلبم که امروز با قلب ما صحبت بکنی و این کلام در قلب ما جا بگیره و باعث تجدید افکار ما و تجدید راه ما و تجدید عملکرد ما باشه در نام عزیز عیسی مسیح با سپاسگزاری میتلبیم آمین آمین دارو شکر میخواییم رو باز بکنیم به کتاب رومیان باب دو آیه یک میفرماید پس تو ای آدمی که دیگری را محکوم میکنی هر که باشی هیچ عذری نداری زیرا در هر موردی که دیگری را محکوم می کنی خیشتن را محکوم کرده ای چون تو که داوری می کنی خود همان را انجام می دهی یه درس خیلی مهمی امروز آیه که رومیان راجع به محکومی محکوم کردن دیگران یا اینکه قضاوت کردن دیگران یکی از بزرگترین مشکلات فرهنگ ما ایرانی هاست. یکی از فکر کنم مسئله که باعث دردسر اکثر ما توی رابطه های ما میشه اینی که ما دیگران رو قضاوت میکنیم و دیگران رو محکوم میکنیم چرا چون مذهب بر مبنای محکومیت اسلام ریشه اسلام ذات اسلام برای این اومده که دیگران رو محکوم بکنه اصلا هدفش اینه اسلام هدفش کوبوندن انسان روی زمینه به طرز مذهبی و اینه که از لحاظ فرهنگی ما ایرانی ها چون در اسلام بار اومدیم یکی از شاید بشه گفت ضعف زع های بزرگ ما فرهنگ ماست که دیگران ما سریع قضاوت میکنیم و محکوم میکنیم وقتی یکی شما قضاوت میکنی شما میشی قاضی و شما قاضی نیستی هیچ کدوم از ما قاضی نیستیم هیچ کدوم اما ما این حق و خدا به ما نداده که در مورد دیگران قضاوت بکنیم به خود خدا هر که باشی پس تو ای که آدمی دیگری را محکوم میکنی هر که باشی هر کی هستی هیچ عذری نداری در هر موردی که دیگری را محکوم میکنی خیشتن را محکوم میکنی چون تو که داوری میکنی خود همون را انجام میدهی اصولا افرادی که ما محکوم میکنیم همون کار هم انجام میدیم اینه که بایستی در این مسئله خی، خیلی, خیلی بود و خدا به ما قوت بده که افکارمون رو در این, در این مورد تجدید بکنیم پولس خیلی جالبه اینجا گفتم بحثش بحث دادگاهی بحث قانونیه در رومیان باب یک از آیه 18 رومیان اینو بنویسید این باز کلید اصلی از آیه 18 تا آیه 32 راجع به ناراستی صحبت میکنه ناراستی انسان ها انسان ها انسان ها و بعد در رومیان باب دو آیه یک تا شونزده راجب ناراستی شخصی صحبت میکنه یا خودنیکی خودنیکی افرادی که به خود میبالن به خاطر روش مذهبی که دارن رومیان باب یک آیه 18 تا 32 راجع به مردم دنیا داره صحبت میکنه رومیان باب دو آیه 1 تا 16 داره به ما به ما که مذهبی هستیم صحبت میکنه به افراد مذهبی راجع به دنیا به گناهکاران داره صحبت میکنه چون اونایی که مذهبیان همیشه افراد گناهکار رو توی کاتگوری خاص دیگه میذارن میگن این, این افراد اینا گناهکارن اینها اینشون مشکله، اینشون اینه خودمون رو تبرئه میکنیم دیگران رو پایین میذاریم به خاطر رفتار مذهبیمون اگه نماز میخونیم اونایی که نماز نمیخونن محکوم میکنیم اگر مسجد میریم یا کلیسا میریم اونایی که مسجد نمیان کلیسا نمیان دائم محکومشون میکنیم اگر بخشنده این پول میدیم به خیریه کمک میکنیم اونایی که نمیدن محکومشون میکنیم اینی که خودمون رو تبرئه میکنیم خودمون رو بزرگ میکنیم و دیگران رو بر مبنای اون چیزی که ما میدونیم دانش طبیعی که داریم دیگران رو محکوم میکنیم اینه که پولس داره پولس رسول داره همه رو داره میاره زیر دادگاه خدا چه اونایی که بی خدان اونایی که خدا رو رد کردن رومیان باب یک راجع این بیشتر صحبت کرد چه اونایی که به قول خودشون البته این داره به یهودیا صحبت میکنه خدا شناس یا قانون خدا رو دارن شریعت رو دارن یا افراد مذهبی فکر کنم این باب یک و دو مخصوص ایرانیان نوشته شده برای ما ایرانیان نوشته شده هم باب یکش اونهایی که به خدا اعتقاد ندارن باب دوش به اونهایی که خیلی فکر میکنن خداشناسن و مذهب دارن و مؤمن هستن و اهل توحید و خدا یکیه و غیر و ظالم اینه که واقعا پولس داره درون همه ما رو باز میکنه که این گندی که توی همه ما هست رو ببینیم اینه که رومیان باب دو آیه یک تا شونزه پولس داره میگه عدالت خدا داوری خدا نیکه درسته چون که بر مبنای اصول روحانی که خدا معین کرده خداست که اصول بنا میکنه کسی که سازنده است اصول بنا میکنه کسی که یه ماشین رو میسازه این ماشین رو که میسازن میگن این ماشین رو بس این طور شروع بکنی این طور روشنش بکنی این طور توی دنده بذاری سازنده ها اصول رو میدن شما نمی‌دونید سوار یه ماشین بشی که نمیدونی چیه هر کاری خودت میخوای باش بکنی من یادم ماشین اولی که من داشتم از تو سوئت خریدم ماشین رانندگی من نمیدونستم رانندگی خودم یاد گرفتم این ماشین دنده ای بود با سرعت زیاد میرفتم میزدم توی دنده سه بعد ماشین اینطوری بعد میزدم توی دنده چهار <تصفح> یکی از این ایرانی که قبلا ماشین میرون سوار ماشین رو باید باید گفت تو چرا این کارو میکنی گفتم این کاری که میکنم سرعت زیادتر میشه <تصفح> خودم برای خودم یه فرمول سرعت ساخته بودم بر چه مبنای بر مبنای صدای این ماشین گفت این تو دنده چیزی از بین میبری این رو از بین میبری گیر باکسش بتونه کور میشکنی با این کارت گفتم نه نه این خیلی خوب میشه این سرعت هایی میگیره ای ای این که خودم یه سیستمی باز کرده بودم زدیت داشت با اون ساخت اون ماشین حالا خدا رو شکر ماشینش ولو بود دووم آورد ولی ما کاری که ما میکنیم اینی که خودمون میخوایم یه سیستمی درست کنیم برای اون چیزی که خدا خلق کرده اینی که هیچ وقت کار نمیکنه اصول اخلاق رو خدا معین کرده اصول درستی و نیکی رو خدا معین کرده حالا مذهب میاد اینا رو میگیره رنگ خودش رو بهش میزنه به مردم میخورونه و کاملا تبدیل میکنه اسلام اومده اون چیزی رو که از قانون شریعت موسا گرفت رنگ خودش رو به زد محمد سعی کرد به مردم اینو بخورونه که 1500 سال خورونده و ببین چه لعنتی روی زمین اسلام به بار آورده اسلام میشه گفت لعنت ترین چیز روحانی روی زمینه گفتم من هر چقدر از اسلام بد بگم کم, کم گفتم حالا زمانی میرسه که قانونا این دل و روده اسلام و ما قرآن رو باز میکنیم آیاتش رو نگاه میکنیم زندگی محمد رو نگاه میکنیم ببینید این چقدر درش ناپاکی وجود داره در این مذهب در این پیامبرشون در این روششون در این فکرشون خدا رو شو که این چهل سال اینا به ایران ثابت کردن دولت اسلامی ایران که این مذهب مذهب ناپاکیه و درش لعنت وجود داره و باعث لعنت اقوام میشه همه دنیا دنبال پیشرفت و صنعت و اقتصادن ایران دنبال جنگ و جدال و ستیزه و آبش لعنت دیده توی ایران رودخونه لعنت دیدن دریاچش خوش شده لعنت دیده کویرش لعنت شده شهراش در حال لعنت شدن درختهاش رو دارن میبرن از مین میبرن هر چی بگی تو ایران قضاش زیر لعنته به خاطر چهل سال موعظه اسلام چه لعنتی وارد ایران شد و این بیشتر خواهد شد گفتم اگر تا یک سال دیگه چهل سال اینها دولت اسلامی ایران عوض نشه و این فکر اسلامی از ایران خارج نشه ایران به این بدیش ادامه پیدا میکنه اینه که پولس داره راجع به افرادی که مذهبیان صحبت میکنه در این باب باب دوم که انسان هایی که البته گفتیم در اینجا به افراد مذهبی بیشتر در اون زمان اسلام وجود نداشت بیشتر گفتارش با یهودیان بود اینه که فرق بین رومیان باب یک آیه هیچده اون راجب آنهاست افرادی که توی دنیا رومیان باب دو یک تا 16 راجع ماست راجب به مایی که مذهبی هستیم راجع به مایی که به خدایمان داریم اینه که چون صورت تدریس ما با شما ایماندارانه اینه که داریم با شما امروز صحبت میکنیم و یا اگر شما مسلمانین داریم با شما مسلمان ها امروز خدا داره با شما صحبت میکنه آقای ویلیام نوئل گفتم این ایشون یکی از دانشمندان الهی کتاب رومیان رو ایشون ترجمه کرده و تفسیر کرده ویلیام نوئل اگر انگلیسی بدونین کتابش رومیان توی اینترنت مجانی هست میتونید مطالعه بکنید ایشون میگه uh, we now enter upon the greatest passage in all scripture. میگه ما وارد uh, بزرگترین قسمت uh, انجیل میشیم as to the principles and processes of God in his estimate or judgment concerning his creature. در اون اصولی که و مرحله ای که خدا تعیین میکنه یا قضاوت میکنه در مورد خلقتش If God is judge of all, well, اگر خدا قاضی هم است and if the whole world is to be brought under the judgment of God و اگر خدا تمام دنیا رو زیر داوری خودش خواهد آورد که در رومیان باب سای 19 میبینیم God will surely take pains to make known the great principles of his action خدا زحمت زیادی خواهد کشید که برای ما نشون بده این اصول عملشو به چه دلیل داره قضاوت میکنه دلیل قضاوتش چیه so that men may know beforehand how he will decide an act که انسان ها از قبل بدونن خدا چه تصمیمی میگیره و چی جوری عمل میکنه قانونشو داره میریزه اصولشو داره میریزه این اصول بر مبنای این اصول من شماها رو را قضاوت میکنم که همه بدونن otherwise men would imagine vain things about the true god در غیر این صورت اگر اینطور نبود انسان ها در مورد خدا افکار اشتباهی می داشتند در مورد خدای حقیقی and hug their delusions to their own damnation و اون تصویرهای اشتباهی که دارن تصویرها رو دریافت میکنن بغل میکنن و به محکومیتشون خواهند رسید کاری که اسلام کرده اسلام قوانینی که داره میگی میده این قوانین حفظ بکنه این قوانینش باعث لعنت و باعث رفتن به دنیای تاریکی برای مسلمان خواهد شد چون زدیت داره با خواست خدا The personal character of God's relations toward men میگه شخصیت شخصی خدا در مورد رابطش با انسانها either in the matter of salvation or of damnation, چه در مورد نجات چه در مورد محکومیت is rapidly being forgotten by this generation. داره به سرعت در این نسل از بین میره. این نسل داره فراموش میکنه در این مورد. Yet if God be God, he must be the judge of all. ولی اگر خدا خداست بایستی داور همه باشه. Back of the whole revelation of his works and ways in his word, is God himself. میگه uh, در مورد مکاشفه خدا در مورد کارش و راهش و کلامش خدا خداست. خدا راهش رو عوض نمیکنه به خاطر انسان ها. And it is only the fool that in his heart, no و فقط یک ابله که در قلبش میگه خدایی وجود نداره. Mark that it is in his heart. his desires. میگه به یادتون باشه که این در قلبشه این آرزوشه that he speaks and not in his reason or judgment. نه در استدلال و داوریش God created man in his own image. خدا انسان رو شبیه خودش آفرید since so همونطور که ما شخصی هستیم خدا هم شخصیه Since we are personal feeling, so has God. همونطور که ما احساسات شخصی داریم خدا هم داره. افراد مذهبی رو میشه سریع تشخیص داد. افرادی که مذهبی هن. افرادی که وقتی میگیم مذهبی هن اینا یه سیستم ایمانی دارن که بر مبنای حقیقت نیست. وقتی میگیم یه فرد مذهبی داریم راجع به یک کسی صحبت میکنیم که این فرد به قول خودش خدا شناسه ولی واقعا خدا رو نمیشناسه خدا حقیقی رو نمیشناسه چون یه فردی که خدا شناس باشه خدای حقیقی رو بشناسه مذهبی نیست خشک نیست بلکه یه فردیه که پر از محبت به عنوان مثال اناجیلمون رو باز بکنیم به کتاب لوقا باب 18 آیده راجب این داره صحبت میکنه شخصیت یک کسی که خود بلند کنه شخصیت یه کسی که نیکی خودش صحبت میکنه آینو میگه همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پستر میشمردن این مثل را آورده گفت دو نفر برای دعا و معبد بزرگ رفتن یه فریسی و دیگری باجگیر بود یکیش مذهبی بود فریسی بود فریسی ها کسایی بودند که به آ و او و علف شریعت موسا وابسته بودند. یعنی اینقدر اینا دیگه ریششون دراز و عباشون بلند و امامه و غیر و زالک میشه گفت فریسی ها ایرانن. و دیگری باجگیر بود آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد گفت ای خدا تو را شکر میکنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم ببین باجگیر رو فقیر کرد خودش رو بلند کرد خودشو رو کرد گفت من نه حریصم نه نادرستم مثل دیگران نیستم خوش و مقایسه کرد با این باجگیره هفته ای دو بار روزه میگیرم ببین به اعمال چسبیده ده یک همه چیزها که دست میآورم میدم به دانلدن چسبیده به روزه و دادن و دعاش اما آن باجگیر دور داد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت بلکه به سینه خود میزد و میگفت ای خدا به من گناهکار ترحم کن یعنی چی نشونگر این که این فرد به اعمال خودش وابسته نبود خودش را حقیر میدید ش... می در حضور خدا بدانید که این باجگیر بخشیده شد به خانه رفت و نه آن دیگری هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرافراز خواهد گردید ما به یه نتیجه واسه برسیم تمام اعمال خوب ما هر کی هستیم مسلمانیم که مسیحیم در حضور خدا مثل یه لباس مندرسه هیچ ارزش و هیچ معنایی هی نداره همه ای پولایی که شما به فقرا دادی همه خیری که کردی همه ای نمازهایی که خوندی همه دعایی که کردی هیچ معنایی در حضور خدا نداره چرا چون همه گناهکارن و همه از جلال خدا محروم یه میمون هر قدم کار خوب انجام بده باز میمونه دیدی میمونا رو میذارن پشت قفس بعض از میمونا بهشون یاد دادن زبون اشاره با اشاره میگن من غذا میخوام دست میزنم به دهنشون بعد از دستگاه یه موز میاد میخورن ما چقدر شاد میشیم میگیم واه چه،, کار خیلی اینا چه میمونه رو یاد دادن اینطوری مکالمه بکنه با ما هر قدم این مکالمه بکنه هنوز میمونه اینه که چقدر ما کار خوب انجام بدیم ما ذاتا در حضور خدا محکومیم اینه که شما حالا به اعمال خودت بگرا به اعمال خودت وابسته بشو در حضور خدا این اعمال هیچ معنایی نداره اینی که مشکلی که افراد مذهبی دارن این که به خاطر اینکه فکر میکنن کار مذهبی انجام میدن خودشونو بزرگ میبینن و دیگران رو پستر این طرز لحنی که افراد مذهبی دارن در مورد دیگران من کاملا برام مشخص افرادی که میان پیش من داریم با مسیح در مورد مسیح صحبت میکنیم از دست یکی دیگه شکایت دارن دلیل شکایتشون چیه؟ خودشون رو دارن بزرگ میکنن اونهایی که ازشون شکایت میکنن دارن پایین میارن این نشون مذهبه چون یه فردی که دیگری رو پایین بیاره حتما داره خودش رو بزرگ میکنه غیر ممکنه یکی شما پایین بیاری خودتو بزرگ نکنی میخوای خودتو جلوه بدی درستی و اون دیگری اشتباهه اصلا مسئله دادگاه همینه یکی کسی که میره توی دادگاه میخواد از خودش دفاع بکنه نشونگر که داره خودش رو تبرئه میکنه اون فردی رو که باهاش چیز کرده داره محکوم میکنه دو نفر که با هم در میافتن حال چه توی دعوا چه توی تصادف چه توی مسئله مادی یکیشون همیشه فکر میکنه درست میگه چون نمیتونه دو نفر اشتباه باشن نه آقا شما به من زدی نه بابا من پچیدم شما اومدی جلو من بهت بوخ زدم ندیدی نه, نه آقا شما همدیگر رو میخوان بکوبونن چون یک کدوم داره یکی داره خودش همیشه خودش افراد تبرئه میکنن خیلی جالب بازی فوتبالی که میدیدیم این آقا رفته با پای زده به پای اون دیگه خورده زمین بیچاره ولی میگه من چیکار کردم این خودش خورد زمین بعد فیلمو که نشون میدن فیلم که درو نمیگه میبینیم که این آقا قصدا زد به اون ولی خودشو با همه احوال تبرئه کرده خودش خودش فکر میکنه درست همه فکر میکنن خودشون درست میگن خود نیکی متوسل بودن خداوند میگه میگه کسانی که از نیکی خود مطمئن هستند یه اسمی واسه برای این گیر بیاریم بریم به این صفحمون به انگلیسی ما بهش میگیم به انگلیسی بهش میگیم سلف رایچسنس سلف رایچسنس یعنی خود سلف یعنی yani خود نیکی خود نیکی 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 از دید خودمان متاسفانه ما لغات مذهبی یا لغات انجیلی توی فرهنگمون پیدا نمیشه باید این کلماتو رو بسازیم یه کسی که سلف رایت یه کسی که خود نیکه خودش رو همیشه خوب میبینه و دیگران رو همیشه بد میبینه این طبیعت نفسانی انسانه طبیعتیه که از آدم ما به ارث بردیم که دیگرانو همیشه در اشتباه میبینیم خودمون رو همیشه درست میبینیم اینی که با یه فرد مذهبی که صحبت میکنی خیلی راحت میشه گفت دیگران گناهکارن راجع به گناهکاران خیلی ساده میشه قبول میکنن آره اینا اینا همشون دزدن آره بله اینا همه دزدی میکنن محکومشون میکنیم سریع افرادی که مذهبی نیستن افرادی که کافر میدونیم اینا رو چکار میکنیم اینا رو میگیریم و محکوم میکنیم مثلا این دختری که تو ایران دختر جوونی که رقصیده بود یه چیزی که طبیعیه ایرانیا همه دوست دارن برقصن هر جایی من دیدم ایرانیا رو عاشق اینن که برقصن اینا مثل که اصلا یه مورچه توشون افتاده اینا هر جایی بهشون فرصت بدی میخوام بلند خودشونو خودشون رو تکون بدن حالا این دختره قشنگ میرخصید میخواست اینو ب... به مردم نشون بده که من قشنگ میتونم برخصم آهنگ میخونیم میرخصم این بیچاره رو میگیرن چهار سال برای زندانی میمونن خیلی جالبه بعضی از این مثلا توی فیلم هم توی فیسبوک میبینه آخونده خودشون دارن میرقصن توی مجالس رخص برای آخونده اوکی اون آخونده رو که توی فیسبوک داره با یه عده افراد دیگه میرخصه با عباش و همه چیش اون رو نگرفتنش ولی این دختری که جوون حکمت درش وجود نداره تازه تازه وارد دنیا شده میخواد خودش رو نشون بده میخواد خوبی خوش نشون اینو گرفتن چهار سال بر چهار سال زندانی به خاطر یه رخص حالا قانونم هم باست یه زخده درش ادالت وجود داشته باشه اسلام درش ادالت اصلا نیست بابا بیچاره اشتباه کرده بگیرنش مثلا یه جریمهش کنیم بگی این صد تومن بده به خاطر این کشتوری بهش به خاطر رخت چهار سال زندانی آدم کشت تو آمریکا چهار سال زندانی نمیکنن کنن چه یه کسی که پنج دقیقه رقصیده توی فیسبوک این اینها کور شدن افراد مذهبی کورن این خود نیکی این نیکی که خودشون بهش متوسلن این چیزی که میگن اسلام این چیزی که میگن حرمت اینها بی حرمتیه اینا واقعا نابینان اینا کور شدن نمیبینن نمیفهمن فهم درشون وجود نداره اون آقایی که مداح بود قرآن میخوند برای آقای خامنه ای که به بچه های کوچیک تجاوز کرده بود اونو آزادش کردند این دختری که یه رقص کرده بوده چند دقیقه چهار سال برای زندانی برید نوش بهش میگیم عدالت اسلامی اسلام واقعا مذهب لعنته اینه که یهودی ها مسئله خودشون رو داشتن یهودی ها فکر میکنن چون خدا اینها رو انتخاب کرده اینها یه یه از جنتیکی افراد خیلی چیزی مخصوصیان، مخصوصی هم. من حتی با بعضی یهودی ها که امروز صحبت میکنم این حس در بعضیشون میبینم که چون میگن قوم خدا هستن یه حس خاصی مسلم این چیز طبیعه به همه میفته اگر از هزار نفر خدا بیاد یکی رو انتخاب بکنه مسلم اون یکی حس میکنه یه آدم خیلی مهمیه به خودش میباله خودنیک میشه واو از این هزار نفر من انتخاب کردم از همه پنج هزار اقوام روی زمین یا همچین چیزی خدا قوم یهود رو انتخاب کرد مسلمه بعد از چهار هزار سال اینها هنوز قوم خدان بعد از چهار هزار سال به سرت میره ما میگیم سرت باد میکنه که یه فرد خیلی مهمی هستی یعنی که یهودی ها حالا همه رو نمیشه گفت ولی صحبتی که پولس داره میکنه داره با اون طرز تفکر افرادی که اینطور فکر میکنن که خودشونو بالا میبینن خودشونو یه قوم مخصوصی که از جانب خدا حفظ شدن نجات برای اینا دیگه صد درصده دیگه دیگه نجات اینا مهر شده هر کاری هم بکنن مسئله نیست نجاتشون مهر شده اینه که اینها پولس داره با اینها صحبت میکنه آه. که اینها یک وارث یک ذات روحانی شدن همشون بدون استثنا قوم مخصوص خدا بودن شریعت خدا به اینها داد پیامبرین از جانب اینها اومدن نور از جانب قوم یهود اومد بدون یهود ما در تاریکی مطلق می بودیم ولی پولس میگه اینها هیچ عذری ندارن بریم توی تختمون عذر به زبان یونانی کلمه ای هست به نام انا پولوگیتوس انا پولوگیتوس ا یه چیزی رو منفی میکنه اپولو اپولوگیومای اپولو یعنی یکی خودشو تبرعه میکنه تبرعه میکند یا از خودش دفاع میکنه دفاع شخصی یعنی اینکه یه فرد نمیتونه از خودش دفاع بکنه اوزری نداره مهم نیست که این در چه موقعیتی هست چی کار میکنه این عذری از خودش نداره این کلمه رو استفاده میکردن در زمان یونان برای دفاع فرد در توی دادگاه چرا خدا میگه هیچ کسی نمیتونه از خودش دفاع بکنه چون تمام ناراستی که در ما وجود داره ما نمیتونیم راستش بکنیم اینی که نیکی شخصی نیکی خود نیکی بدون عذره خودمون رو هر چقدر بلند بکنیم هر چقدر خودمون رو خوب بدونیم در حضور خدایش عذری نداریم چرا چون خدا همه رو محکوم کرده خدا همه رو مجرم شمرده خدا همه رو گناهکار شمرده اینی که با اعمال ما گناه ما تبدیل نمیشه بدی که در ما وجود داره ناراستی که در ما وجود داره در ذات ماست این ذات عوض نمیشه گفتم یه میمون رو هر چقدر لباس تنش بکنی اعمال انسانی بهش یاد بدی انجام بده هنوز میمونه ذاتش میمونه ذاتش حیوانه حیوان ذاتش عوض نمیشه با کارهای انسانی انجام دادن همینطور انسان نمیتونه یه uh, دانشمند الهی هست به نام بارن, بارن ایشون میگه uh, The key to the argument is the word میگه کلید این بحث ما این کلمه inexcusable بدون عذر. The first chapter asks باب یک از ما این سوال رو میپرسه Did you ever look upon nature? آیا به طبیعت نگاه کردی؟ The present verse asks آیه الان داره میپرسه باب دو یک Have you ever criticized anyone for anything? آیا هرگز هیشکی از هیشکی شکایت کردی یا انتقاد کردی برای چیزی؟ Then you are without excuse. پس شما بدون عذری because your arises from the fact that you have a چرا چون انتقاد شما بر این مبناست به این خاطره که شما یک زمیر داری یک خود یه چیزی وجدانی دارد وجود داره که میگی این اشتباهه یه, و... یه چیز داره بهت میگه این اشتباهه این فرد این کارو کرد این کارش اشتباهه از کجا میدونه اشتباهه چون اون وجدان داره بهت میگه یه وجدانی داره وجود داره which now recognizes a sin in another because it is aware of the existence of sin in itself این که تشخیص میده گناهو در یه فرد دیگه چرا چون در خودش گناه وجود داره اگه من آب گرم و از آب سرد و تشخیص بدم بایستی خودم چشیده باشمش آب گرم و آب سرد و. نمیدونم که بگم یکی این در آب میخوره بگم این آب گرمی یا سرده با دست زدن من به یه لیوان من میتونم بگم این آب سرده از کجا میتونم بگم سرده بچه ها نمیتونن این رو بگن چون تجربه ندارن نمیتونن اعلام بکنن ولی من میتونم بگم چون من این آب رو چشیدم فرصیتی هم شد برای نوشیدن من این آب چشیدم مطابق چشیدنی که کردم میگم این آب چیه سرده یعنی که وقتی افراد یکی دیگر رو محکوم میکنن در خودشون این گناه وجود داره این زمیرشون این وجدانشون داره میگه این اشتباه چرا چون خودشون میدونن این اشتباه خیلی بحث جالبی and you have never lived up to the light of your conscience و هرگز مطابق نور وجدانت زندگی نکردی هیچ کسی زندگی نکرد همه در وجدانشون میدونن چی درسته چی اشتباهه و همه اون قانون رو در وجدانشون شکوندن به یه نوع یا دیگری Whatever it may be, هر چی که هست Anyone who has ever criticized anything in anybody has thereby written his own condemnation برای همین هر کسی که دیگری رو در مورد یک چیزی انتقاد کرده در خودش محکومیتش رو نوشته اگر گفتی این کار اشتباهه داری میگی که اگر من این کار رو بکنم این اشتباهه داری میگی غیبت بعضی خیلی جالبه از دیگران غیبت میگن اینا داشتن غیبت میکردن خودشون دارن از اونا غیبت میکنن <laughs> میگن اینا غیبت میکردن غیبتشون بده ولی همزمان که دارن راجع به اونها صحبت میکنن که اینا غیبت کردن خودشون دارن از اونها بد میگن همون کار را همون موقع دارن انجام میدن که میگن بده No individual has ever criticized another for lying without having some time or other been guilty of shading the truth. میگه هیچ انسانی هرگز فرد دیگر رو در مورد مثلا دروغ گفتن از شکایت نکرده بدون اینکه خودش حقیقت رو یه طوری عوض کرده باشه در یه زمانی توی زندگیش The conscience that makes you aware of imperfection in another finds written on itself the guilt of its own imperfection. میگه زمیری که باعث این میشه که کمبود دیگران رو پیدا بکنی همون زمیر در خودت نشونگر اینه که تو ناکامل هستی برای همین انسان هیچ عذری نداره اگه دیگران رو محکوم بکنه چرا؟ چون همون کار خودش کرده یا کرده یا خواهد کرد یا به فکرش رفته اینه که هر کی باشی هر حالت دفاعی داشته باشی هر جوری باشی دیگران رو که محکوم میکنی در حقیقت هم داری خودتو محکوم میکنی لوقا باب 20 در آیه چلوشیش میگه از علما که دوست دارن با قباهای بلند بیاین داره راجع با آخونده ایران صحبت میکنه و بروند به علاقه شدیدی به سلامهای احترام در بازارها و بهترین جاها در کنیسه ها و صدر مجالس زیافت نشان میدهند بر برحضر باشید آنان مال بی به زنها را می حال حالان که محض خودنمایی نماز را طول می دهند آنها شدیدترین کیفرها را خواهند دید وای به حال شمایی که و مایی که خودمون رو مذهبی می دونیم و جلوگر روحانیتمون هستیم با اعمال مذهبیمون همزمان دیگران رو محکوم میکنیم و حق دیگران رو میخوریم اینه که رومیان باب دو خیلی باب مهمیه برای ما بفهمیم که خدا خواستش چیه متا باب هفت میفرماید درباره دیگران قضاوت نکنید همونطور که شما دیگران را محکوم میکنید خودتان نیز محکوم خواهید شد با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید با همان پیمانه عوض خواهید گرفت این اینا داره به سران قوم ایران داره امروز میگه با این پیمانه که داری به قوم ایران میدین روز داوریتون داره فرا میرسه با همون پیمونه مردم بهتون میدن شمایی که دیروز ما از یکی میپرسیدم میگفتم این افرادی که بسیجیان و سپاهن توی محله هاشون افراد اینا رو میشناسن گفت اکثرا میشناسن گفت توی خانواده من یه کسی هست که سپاهی میشناسیمش اگر توی محلم نشناسن افراد خود خانواده میدونن اینا برای سپاه کار میکنن اینها بسیجیان و میدونن اینها چجوری پول مردم رو خوردن چجوری پول پولدار شدن چجوری ظلم کردن از خود اعضای خانوادتون شما رو محکوم خواهند کرد اگر از بیرون نباشه اگر از دیگران ندونن اینی که اون پیمانه ای که شما برای مردم ایران امروز اون پیمانه رو ریختی با همون پیمانه به شما عوض خواهند داد این, این کلام خداست قول ما نیست حرف ما نیست کلامی که خدا میگه چرا پر کاهی را که در چشم برادرت هست میبینی ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خودداری نیستی همه گناهکاران این که وقتی ما دیگران رو محکوم میکنیم همون کار رو داریم خودمون میکنیم یا چگونه جرأت میکنی به برادر خود بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت بیرون آورم کاری که همه ای ما میکنیم بذار من بهت بگم این, این چی درسته حالا که خودت چوب بزرگی در چشم داری ای ریاکار اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون آور آنگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون آوری مطابق این کلام خداوند بدون استثناء همه ما مقصریم در مورد محکوم کردن دیگران همه ما بدون استثناء چون همون کاریو که در دیگران بد میبینیم همون کارو خودمون انجام میدیم اینی که همه ما با انتقاد از دیگران داریم خودمون رو محکوم میکنیم چون اون کار رو در یک زمانی چه عقب چه جلو انجامش دادیم یا انجامش خواهیم داد اینه که بدون استثناء ما محکوم این مسئله هستیم محکومیم چون که دیگران رو قضاوت کردیم این کلمه قضاوت به زبان یونانی یک کلمه هست به نام کرینو کی قضاوت قضاوت کردن انگلیسی بهش میگیم جاج جاج هم فعل هم اسمه جاج یه قاضی میشه هم قاضی میشه هم قضاوت کردن تو جاج سمبول اینه که این کلمه کرینو یعنی یک عقیده فرم دادن در مورد دیگران در مورد یک مسئله در مورد یک مسئله من یه عقیده شکل میدم و اون فرد رو مطابق اون عقیدم قضاوت میکنم میسنجم که این کار یا این چیز درسته یا غلطه و مطابق اون درستی که فکر میکنم افرادو یا تبرئه میکنم یا محکومشون میکنم. نه ایشون کارشون درست بود نه ایشون کارشون اشتباه این کار اشتباه قضاوت میکنم دیگران آقای کنت وست باز یکی دانشمندان الهی یکی از بهترین دانشمندان زبان یونانیه که انجیل رو ترجمه کرده کتاب رومیان رو میگه

That are forming an accurate and honest opinion of someone. عمل کرده قضات برای این مبنا بود که یه عقیده ای یا یک عقیده ای در ماده یک فردی فرم بدیم.rais character یا شخصیتش رو ستایش بکنیم and place certain position در یک جای خاص بزاریمش با respect to the love God در مورد در بر مبنای قانون خدا The result of such a judgment is commonly condemnation و نتیجه اینجور قضاوت کردن اصولا محکومیته ما بر یه چهارچوبی افراد رو قضاوت میکنیم و محکومشون میکنیم رومیان باب چارده میفرماید آیه ده پس تو چرا درباره برادر یا خواهر خود قضاوت میکنی یا چرا برادر یا خواهرت را تحقیر می نمایی؟ همه ما پیش کرسی قضاوت خدا خواهیم ایستاد حالا یه رفتاری هست که میدونیم مطابق اصول وجدان و مطابق اصول اخلاق و مطابق اصولی که معین شده این رفتار اشتباه مثلا ما توی کلیسامون یه قانون گذاشتیم که کسی از شما با دیگران تدریس کلام نکنه چون شما معلم کلام نیستی و اصولا وقتی به دیگران حرف میزنی این حرف زدن باعث بحث میشه چون به اندازه کافی انجیل رو نمیدونی و وقتی باعث بحث میشه این دردسر ایجاد میکنه و دیگران حس محکومیت بهشون دست میدن ای که وقتی میاد وارد کلیسا میشه این دانش انجیلی نداره دانشی که شماها مثلا تو کلیسای ما داریم اینی که وقتی یه چیزی میگه به عنوان مثلا راجع به زبان شما شروع میکنی باش بحث کردن راجع به زبان و چون معلم نیستی نمیدونی چی جوری یه چیزی رو توضیح بده که این فرد حس محکومیت بهش دست نده چون کلامن از لازه انجیلی در اشتباهه میگه مثلا زبان برای همه نیست شما غیرتت برانگیخته میشه میگی آقا زبان ها برای هم هست انجیل میگه زبان ها برای هم هست بعد شروع میکنی به بحث کردن بدون اینکه به عنوان یک معلم یا یه فرد بدونی قبل از اینکه با این فرد صحبت بکنی چه اصول رو واسه رعایت بکنی بخوای یکی رو تصحیح بکنی اصول تصحیح کردن رو نمیدونی یکی از چیزهایی که یه معلم داره اینه که یه معلم میدونه یه فرد در کجا اشتباهشه سعی میکنه اونو درست تصیب بکنه ولی مسئله یه فرد معمولی وقتی راجع به یه همچین بحثی پیش میاد مسئله دیگه کی درسته کی غلط میگه بعد به بحث کشیده میشه بعد دیگه مسئله درست کردن و شما اشتباه میگی من درست میگم میشه بعد دیگه از خارج میشی از اون یه فردی که وارد کلیسا شده این فرد اومده یه فیزی بگیره شما به محض اینکه باش صحبت کردی یه چیزی گفت شما غیرتت برانگیخت نمیشه به جای اینکه اینو بسازی داری میکوبونیش این اشتباهه هر چه قدم اون فرد اشتباه بگه در این مورد باز در مواردی هست که نبایستی او یه اصولی داره برای تصحیح کردن مردم انجیل میگه اگه با برادر اشکال داری برادر تو کنار بکش یکی اینکه جلوی همه نباید اینو تصحیح کرد یکی اینکه با یه فردی که غریب است یه فرد غریبه رو نبایستی تصحیح کرد بهشون گوش داد اول بزا اعتماد برقرار بشه محبت برقرار بشه هدف ما ساختن دیگرانه نه اینکه پلیس مردم بشیم بگیم چیشون اشتباه چیشون درست این یه مسئله یه اصولی ما گذاشتیم تو کلیسا خواهشن شما عزیزانی که عضو این کلیسا هستین نکنید این کارو ولی گوش ندادن به من بعضی ها. و این کار رو دائم انجام میدادن این باعث چی شد؟ باعث این شد که افرادی که میومدن بین ما تازه بودن نمیخواستن بمونن چون کی میخواد بره یه جایی که دیگران بهش بگن داری تو اشتباه میگی خدا اگه درستش بکنه خدا تحصیحش بکن من مثلا بعضی که با من بحث میکنن بهشون میگم میگم شما ادامه بدین به این های ما گوش بدین چون نمیخوام مخصوصا اگر توی مثلا توی فیسبوک برای من یه چیزی می نویسن نمیخوام جلوی همه اینا رو تحصیل بکنم بگم شما این چیزی که داری میگی اشتباه مگر اینکه واقعا دیگه زد زدیت بکنن و دیگه باش جلوشون رو گرفت مسئله فرق اینه اصول و قوانینی وجود داره در این اصول و قوانین من میتونم بگم این این اشتباه این درست ولی هدف ما گفتم پری روز نشستم میگفتم گفتم من اگه از کلیسای ایران میگم اینا تداریس درست ندارن هدفم کوبیدن اینا نیست هدفم ساختن این هاست میخوام اینا تعالیم درست بگیرم هدفم این هدف نیست که یکی رو بکوبونم برای همین اسم کسی رو نمیارم هدفم این نیست که یه شخص رو پایین بیارم یه شخص خودمون رو بالا ببریم دیگران رو پایین بیارم هدف ما هدف ریشه همه چی واس محبت باشه یعنی که نیت ما بایستی بر مبنای محبت باشه یعنی که محبت حتی یکی هم خیلی هم که اشتباه بکنه هدفش اینه فرد بسازه نه اینکه به طور کل خرابش میکنه مگر اینکه اون فرد باعث صدمه دیگران بشه بعد بس بس با جلوش گرفت مسئله فهم اینه که یه قوانین یه اصولی وجود داره در مورد اینکه یه چیزی که درسته یه چیزی که اشتباهه وقتی میگیم قضاوت کردن منظور محکوم کردن دیگرانه اینجی وقت به قضاوت صحبت میکنه محکوم, محکوم دیگران رو نمیکنه اینه که در دوم قرنتیان باب پنج آیه ده میفرماید زیرا همه ای ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بیشتیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم چه نیک چه بد جزا یا خداوند ما رو داوری بکنه اینه که همه ای ما در مقابل تخت خدا میشتیم و داوری میشیم خداست که داوره خداست که به ما میتونه ما رو محکوم بکنه یا ما رو تبرئه بکنه ما نمیتونیم دیگران رو محکوم بکنیم یا تبرئه بکنیم اینه که قضاوت خدا عادلانه است یه چارتی ما اینجا داریم میخوام اینو نشونتون بدم اصول داوری خدا در رومیان باب دو خدا وقتی یکی داوری میکنه بر چه مبنایی هست اول اینکه خدا داوریش در رومیان باب دو بعد فردا مطالعه خواهیم کرد اصولش بر مبنای حقیقت حقیقت چی چیزی که خدا میگه درسته چی خدا میگه اشتباه رومیان باب دو قضاوت خدا غیر قابل اجتناب است یعنی ازش نمیشه گذشت چشم پوشی نمیکنه خدا درست قضاوت میکنه بعضی موقع خدا در قضاوتش وقفه میندازه همونطور که الان برای انسانها این کار کرده تا روز داوری زمان فیزه که مردم توبه بکنن دلیلش اینه که میخواد مردم توبه بکنن رومیان باب دعای پنج بر طبق قضاوت خدا بر طبق انباشتن جمیع گناهان ماست اندازگیری جمیع گناهان ماست اعمال ما رومیان باب دو شیش بر مبنای اعماله رومیان باب دو آیه بر طبق داشتن امتیاز یا دریافت نوره مثلا در مورد اونهایی که نور دارن اونهایی که فهم دارن قضاوتشون فرق میکنه با اونهایی که ندارن مثلا برای یهودیا، برای ماهایی که معلم هستیم برای موعزگرها برای اونهایی که نور بهشون داده شده قضاوت اینا فرق میکنه با اونهایی که ندارن نمیدونستن امتیاز نداشتن قضاوت خدا تبعیض قائل نمیشه بین افراد با یکی نمیگه چون تو این هستی یهودی هستی قضاوتت فرق میکنه با مسلمان ها یکیه رومیان باب 13 بر طبق اعمال ندانش که کاری که کردیه نه اون چیزی که میدونستی رومیان باب 16 بر حساب گذاشتن اسرار قلبی انسانه خدا از قلب خبر داره و میدونه توی قلب انسان چیه چون خیلی کارا رو ما انجام میدیم نیتمون یه چیز دیگه است ولی رفتارمون یه چیز دیگه نشون میده ریاکاری اینه که خدا نیت قلب میدونه و بر اون مبنا هم قضاوت میکنه و بعد رومیان بابدا 17 تا 29 بر طبق واقعیت حقیقت اون چیزی که انجام دادیم نه اعتراف مذهبی اینکه من این من اونم من این کارو کردم اینی که بر مبنای اون کاری که کردیم مزمور 145 آیه 17 میگه خداوند عادل است در جمیع طریقهای خود و رحیم در کل اعمال خویش خدا عادل و مطابق عدالتش ما را قضاوت میکنه مطابق اون اصولی که خودش معین کرده و از اون اصول هرگز به عقب یا جلو چپ یا راست نخواهد رفت تبعیض قائل نخواهد شد عقیدش عوض نمیشه مثل اسلام نیست که امروز یه چیزی بگه توی مکه توی مدینه یه چیز دیگه بگه و قضاوتش عوض بشه اینی که خدا نیکه در عدالتش نیکیه و عدالتش بر مبنای حقیقت ولی که خدا مسیح رو به خاطر ما داوری کرد مسیح رو محکوم کرده در ازای ما اینه که برای ما که ایمان آوردیم داوری ما اومد روی مسیح البته یه داوری برای ما وجود داره در زمان آخر ولی داوری برای محکومیت نیست بلکه داوری برای پاداش چون ذات ما عوض شده و مسیح جرم گناهان ما رو داد ولی پاداشی که باید بگیریم بر مبنای اعمال ماست بر مبنای طرز راه ماست توی این زندگی اون چیزی که درسته عمل کردیم یا نه خداوند تو رو سپاس میگیم امروز به خاطر کلامت از تو میطلبیم که ای پدر به ما فهم روحانی عطا بکنی که دیگران رو قضاوت نکنیم محکوم نکنیم تمام سعیمون بر این باشه که افراد رو محبت بکنیم محبت شروع هر عمل کرد و هر فکر ما باشه محبت همیشه می سازه محبت همیشه بلند میکنه محبت همیشه تشویق میکنه محبت همیشه احترام میذاره در نام عزیز عیسی مسیح از تو می طلبیم ای پدر که به ما در این مورد فیض بده اینو درک بکنیم ما و افکارمون تجدید بشه در این مورد در نام عیسی خداوند با سپاسگزاری از تو می طلبیم و نام تو جلال می فیض خداوند با شما باشه تا روز بعد اسم من سارا است. متولد تهران و در یک خانواده مسلمان زاده به دنیا آمدم. به دلیل افسردگی شدیدی که داشتم، همیشه دنبال رهایی از این بند و رسیدن به آرامش بودم. به همین خاطر، چون در اسلام این رو پیدا نکردم، به مسیحیت روی آوردم و شبانهای مختلف در تلویزیونهای مختلف و گوش میدادم. افسردگی من اونقدر شدید بود که هیچ چیز در من راسخ نمیکرد و به جایی رسیدم که تصمیم به خودکشی کردم. حتی طرح خودکشی خودم رو هم کشیدم روزی که تصمیم خودم رو گرفته بودم و میخواستم عملیش کنم رو به روی تلویزیون نشسته بودم و کانال نجات رو نگاه میکردم لحظه شبان رضا گفت توی که از افسردگی رنج میبری تنها راه رهایی از این مشکلت عیسی مسیحه تلفن رو برداشتم به شماری که زیر تلویزیون نوشته شده بود زنگ زدم و خانمی برام دعا کرد من قلبم رو به مسیح دادم و او را به عنوان خداوند و نجات دهنده خودم پذیرفتم به خدا را شکر کنم به خاطر اینکه برای همیشه از این افسردگی رهایی یافتم